یه کسی تو کوفه وقتی میگم کوفه یعنی امیرالمومنین المومن شست سالشونه یعنی آخرای عمر امیرالمومنین. المومن و امیر هم مثل پیغمبر اکرم چند سال عمر کردن؟ سال سه سال چهار سال آخر عمرشون کجا بودن؟ کوفه بودن دیگه کوفه شصت سالشونه ریشاشون سفید شده جنگاشون رو کردن منبرشون رفتن خطاباشونو رو دادن معجزهاشون نشون دادن دیگه از هر اومن شمس هست مقام علی ولی حالا یکی اومده تو کوچه به همین میگه یا علی بعضت مریدای تو یه چیزایی میگن ما نمیفهمیم حضرت و چی میگن که تو درک نمی کنی گفت بعض از مریدای شما میگن که شیعه بس معلوم میشه که سنیه معلوم میشه که طرف ولایی نیست میگه مریدا تو دیگه یعنی من مریدا نیستم یعنی من طور به مال ولی قبول ندارم گفت که مریدای شما میگن خدا همه ی علمش رو تو سینه ی علی قرار داده آخه مگه میشه همه ی علم خدا تو سینه ی یک کسی جمع بشه ببینید خوبه امیرالمومنین چه جوری جواب بده نوع جواب امیر المومین عرض بنده است اصلاح عقاید بحث بحث توحید بحث بحث اعتقادات اگر اعتقادات درست بشه معجزم حل میشه علم تام هم حل میشه اسد الله عین الله وجه الله اذن الله باب الله مشیت همه اینا حل میشه اگر لا اله الا الله درست امیر المومنین تو گوچه و یه دستی به محاسن شریفشون کشیدن و یه نگاه به این بندی خدا کردن و با یه لبخندی فرمودن پایین این دیوار تو کوچه پایین این دیوار چی میبینی؟ این پایین دیوار رو نگاه کردید یه رد مورچه است مرچه ها داشتن در حال رفت آمد حضرت فرمود شما خدا را قبول داری؟ خب اجازه بدید اشکال این آقا کجاست؟ در توهید است یا اشکالش در ولایت امیر المؤمنین است نه نه ریشه اشکال رو میفهمم این آقا الان به چی اشکال کرده به این که تو مگه میشه تمام علم خدا تو اینه دیگه جواب مولا چیه فرمود این مورچه رو میبینی گه بله خدا رو قبول داری گه بله مسلمانم الحمدلله مسلمم فرمود اگر خدا بخواد این اراد الله به شیئن فیقول کن فیکون اگر خدا بخواد آیا میتواند همه علمش رو به این مورچه بده؟ گو بله اگر خدا بخواد میشود حضرت خندید فمود خیلی بیانصافی مورچه رو قبول میکنی علی رو قبول نمیکنی چطور اگه خدا بخواد به مورچه میده وقت به من علی نمیتونه بده یعنی چی؟ یعنی آقایون تو و امثال تو مشکل در اشهد و ان علی ولی الله نیست مشکل شما در لا اله الا الله توحیده مشکل داره حرف همه حرف امام رزاست حالا شما نگاه کن از سال که امیر مثلا سال سی و هجری چل هجری مولا رو کشتن دیگه شما فرض کن این مثلا اوایل حکومت مولا بوده از سال 36-37 و, و هفت هجری تا شهادت علی ابن موسر رزا چند تا امام اومدن چقدر رو اصلاح عقاید کار کردن چقدر درباره توحید حرف زدن امام صادق یک کتاب مفصل دارد به نام توحید مفضل یک کتاب مستقل دارن برای توحید که ما وقتی استادمون مرحوم آیت الله امامی در حوض علمی اسمان توحید مفضل و, و تدریس میکرد سه سال طول کشید ببین سه سال طول کشید هر روزم درس میدادن یعنی یک کتاب مستقل برای خدا کیه امام صادق دارن در حالی که امام صادق قبل امام رضاست امام صادقی که اینقدر رو توحید کار کردن امام باقری که اینقدر رو توحید کار کردن امام سجادی که اینقدر رو توحید کار کردن سید دو شهدایی که در دعای عرفه همش توحیده امام مشتبایی که رو توحید کار کردن علی ابن طالبی که این همه خطبه برای اثبات توحید و لا اله الله دارن باز میبینیم در زمان علی ابن موسر رضا وقتی امام رضا میخواد نصیحت کنه چی میگه؟ میگه کلمتو لا اله الا الله جالب این است امام زمانم وقتی ظهور می کند اول رو توحید منوف می دند.